بازی رو آغاز خواهد کرد. در تیم فولاد و خوزستان که از این لحظه بازی آغاز شده، چهار مدافع نفت آبادان هستن، طالب ریکانی و جعفر سلمانی وینگرها هستن. حرکت خوب نفتیا، فرصت برای نفت، موقعیت عالی برای گل اول نفت آبادان و ضربه‌ای که رضا جبیر زد و میتونست دقیقه 4 صحنه‌ای که شما می‌بینید بهترین موقعیت رو از دست داد. حرکت جعفری در سمت راست برای شیمبا از دروازه بیرون میاد، شهاب گردان شیگ زمین، حرکت بازیکنان فولاد، ضربه که زده میشه و به شکل خطرناک از کنار دروازه گرفت، ضربه آزاد برای فولاد، اسمی دروازه از دروازه خارج میشه، شهاب گردان با توپ رو دور میکنه، شیرزادی بازم ارسال روی دروازه، اونجا کرمی حضور داره درگیر با پاس درون محوطه جریمه، فرصت برای تیم فولاد، جعفری با توپی که ارسال در عمق درون محوطه جریمه، قربانی درون محوطه جریمه میتونه ضربه رو بزنه، یک ضربه سر، فرصت برای تیم نفت که یک ضربه از راه دور و توپی که آرام آرام به بیرون میره، ضربه بلند به سمت چپ جایی که میلاد جهانی و کرار جاسم هستن، اعلام خطا برای تیم نفت و چه تصمیم عجیب و غریبی آقای حیدری. بله بازی خطرناکه، فرزاد جعفری کاملا مشخص بود، اما کرار جاسم ارسال روی دروازه و مرادیان در دو مرحله توپ رو از آن خودش میکنه، یک ضربه رو به جلو، فرصت برای تیم نفت آبادان و عبدالله کرمی به کمک رضا میرزایی. این با بریدی پشت مدافعین، فرصت برای بازیکنان فولاد و از دروازه بیرون میاد شهاب گردان، باز هم میرزایی ارسال بلند برای بدسعید، ضربه سر بدسعید و با کف دست خودش و به جای اون سید قیسم هاشمی زاده جان بده، مقابل نفت مسجد سلیمان در گوشه محوطه جریمه، ضربه که پنالتی رو اعلام میکنه، پنالتی رو اعلام میکنه. چه دقیقه 81. خب پنالتی رو قبول نمیکنن، یه درگیری هم پیش میاد اونجا، صحبت کرد با خب دستش کاملا بسته بود، سوم تعویض خودش انجام میده به جای طالب ریکانی، طالب ریکانی هم که بازوبند کاپیتانی رو میده به خب اخراج میکنه، حسین بغلانی رو میخواست تعویض بشه، ظاهرا مسئول برگزاری مسابقات و داور چهارم خب نبانی کار انجام بده، حسین بغلانی توی زمانی که میخواست تعویض بشه کاملا مشخص بود، میگفت که سریعتر برای تعویض کار رو انجام بدن که سریعتر بره تعویض رو انجام بشه و بره توی زمین و اخراجش کرد. هر دو تیم 10 ارسال بلند، فرصت برای سرعت نفت آمدن و توپی که